کوچه پس کوچه های جنوب شهر، ساختمان 80 ساله کلنگی و متفاوت ترین مدرسه شهر. متفاوت نه برای کوچکیش یا برای صف طولانی تنها دستشویش. ما از اینجا 80 نفریم و یه دونه دستشوی داریم. یا سردابه های تاریکی که کلاس درسش شده. کلاستون سختش اینجوری اذیت نمیشین؟ نه. معلم که دیکته میگوید تفاوت این مدرسه را میفهمد. کودک خط فاصله کار. اینجا مدرسه کودکان کار است. میشه چه جمله‌ای؟ کودک کار. کودک باید کار کنه؟ کودک باید من قبلا فار میشی میرفتم مامانم. دانش آموزانی که هر کدام قصه ای دارم، مثل زهرا که 2 سال است با کسی حرف نزده. چرا حرف نمیزنم؟ شوکی به این بچه وارد شده که این بچه دیگه از اون روز یعنی لالی اختیاری داره. این بچه بهناز که مجبور است هر روز غذایی که مدرسه به او میدهند را برای نامادریش ببره. دعوا میکنه میگه چرا نمیاد خونه، پسر دایی میده درس میخونه غذاشو میبره، بعد میگه چرا تو نیاورد. و فاطمه که ترجیح داده معضلات اجتماعی را در کلاس درس اجتماعیش یاد نگیره. کودکان کار که میگن معضلات اجتماعی نه. مثلا فقر که میگم موزل اجتماعی میدونی چی؟ اینجا مدرسه کودکان کار است. مدرسه ای که به جای جلسات اولیا و مربیان جلسه معلمین و مربیان دارد و دانش آموزانش از تعطیلی بیزارند. چون اینجا واقعا به عنوان یک مأمن و یک فضایی براشون آماده شده که عشق میگیرن فقط. غیر انتفاعی درس دادم. معلم مدرسه تدریس در مدرسه غیر انتفاعی را رها کرده و هر روز 60 کیلومتر را طی میکند تا خودش را از خارج از تهران به اینجا برساند و به بچه ها درس بده. دستمزد هم نمیگیره یا نه؟ او برای کاری که میکند چشم داشتی ندارد، اما یک انتظار بزرگ دارد. این بچه ها قربانی فقرن، باز قربانی یک اقتصاد ناقصه، قربانی یک تصمیم گیری غلطه، قربانی خیلی چیزا. چرا اینا باید قربانی بشن؟ با این حال خانم بشیری که به همراه برادرش 18 سال پیش کار آموزش کودکان کار را از پارک ها شروع کردن و حالا این مدرسه را اداره می کنند، قصه های شیرینی هم برای گفتن دارند. فرمان روای زندگی دختر خانمی که شاید دیدین اینجا اومده بعد از اینکه درسش رو تموم کرده الان داره با بچه ها کار میکنه. امسال یکی از بچه هامون کارشناسی ارشد قبول شد، بچه بود که آدم سروش بود، این قدی بود، اومده بود پیشمون درس میخوند. ببینید خیلی عشق داره.